از زشتی صورت زنان دوچرخه سوار تا سهر توسی این عنوان مقاله جذابی درباره مریضی با نام صورت دوچرخه ایه بیماری که 125 سال پیش دوچرخه سواری رو برای زنا به یک کابوس تمام ایار بدل کرد سلام 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 من محبوبه هستم و اینجا ویرگوله ما در کانال ویرگول به مقالاتی میپردازیم که برای همه میتونه آموزنده، مفید و یا جذاب باشه. پس اگر از این مدل محتوا خوشتون میاد، کافیه در کانال ما سابسکرایب کنید و روی علامت زنگ بزنید تا از انتشار ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. حدود 125 سال قبل جمع کثیری از پزشکا و محققین غربی میگفتند دوچرخه سواری باعث زشت شدن صورت و چندین بیماری در زنان میشه. اونا با استناد به تحقیقات علمیشون میگفتن زنایی که دوچرخه سواری می کنند صورتشون پر از چین و چروک، چانه هاشون دراز، زیر چشم هاشون سیاه، کمرشون خمیده، بدنشون ازولانی و چشمهاشون هاشون بد شکل میشه. نتایج این تحقیقات که همگی هشدار و زنگ خطری برای زنا بود در نشریات پرفروش عمومی و علمی چاپ میشد معروفترین این مقاله ها مقاله با عنوان خطرات پنهانی دوچرخه سواری به قلم دکتر اشدول که در نشریه نشنال ریویو لندن سال 1897 منتشر شد. بعضیا میگفتن این به خاطر فشاریه که به بدن هنگام پدال زدن وارد میشه برخی دیگه میگفتن اینا نتیجه تلاش برای حفظ تعادل دوچرخه سوار و دهها دلیل دیگه مثل لرزش دوچرخه و شکل زین و خستگی رو به اون اضافه میکردن تازه موضوع فقط زشتی چهره افراد نبود انواع و اقسام بیماری های جسمی و روانی هم در ادامه به این لیست اضافه شد از مشکل آپاندیس و به هم خوردن آناتومی و سنگ صفرا گرفته تا سکته مغزی و حتی دیوانگی. نام این مرض که بیشتر هم برای زنا بود رو گذاشتن صورت و بایسیکل فیس. در بعضی جاها هم از نام های بایسیکل استیر یا بایسیکل آی استفاده می شد. چون می گفتن چشم های سوارا خیره به جلو و درشت میشه. اگه به نمودار استفاده از نام این بیماری یا علائم اون در کتابها و مقالات نگاه کنید میبینید که در دهه 1890 این موضوع چقدر سریع اوج گرفت این اواخر هم یعنی از 1950 تا حالا توی کتابها و مقالات دوباره مطرح شد خلاصه اوایل دهه 1890 که زنهای اروپایی و آمریکایی تازه سوار دوچرخه شده بودند و میخواستن از زندگی کلاسیک و ویکتوریایی خودشون کمی فاصله بگیرند اون چنان کابوسی براشون ساختن که باور کردنی نیست حتی کار به جایی رسید که کرمهای پوست ضد صورت دوچرخه هم به بازار اومد همونطور که حتما خودتونم فهمیدید همه این حرفها چرندیاتی بیش نبود اما سوال اینجاست که خب چرا؟ واقعا دو سواری چه مشکلی برای زنان داشت؟ شاید این داستان برای من و شمایی که در مکان و زمانی زندگی می کنیم که بارها در مقابل دو سواری زنا به شکل غیر عادی مقاومت شده اصلا عجیب نباشه. اما با یه نگاه به این تشابه تاریخی جالب خیلی چیزا برامون روشن میشه. خب اصلا چی شد که اینطوری شد؟ دوچرخه های ایمن از حدود سالهای 1880 به بازار عرضه شدند. این دو چرخه ها سبک و ایمن و ارزون بودند. از همه مهمتر اینکه روندن اونا مثل مدل های قبلیشون سخت نبود. دو چرخه بعد از اسب تنها وسیله نقلیه کاملا شخصی و خصوصی بود. تازه از اسب هم خیلی بهتر بود. نه نیازی به استب داشت نه به غذا و همیشه برای استفاده آماده بود. خیابون های شهرهای بزرگ آمریکا و کشورهای اروپایی به سرعت با دوچرخه ها پر شد. مردها با دوچرخه سر کار می رفتند، گروه های سواری را افتاد و مغازه های تعمیرات دوچرخه کم کم همه جا دیده می شدند. های جدید برای زن های نعمت بود. حالا زن ها می تونستن از دوچرخه سواری لذت ببرند. اما زنها برخلاف مردها چند تا مشکل اساسی داشتند لباس هایی که زنها می پوشیدن اصلا برای دوچرخ سواری مناسب نبود با اون دامنای بزرگ و قفسی شکل و سنگین و پردردسر و یا با اون کلاههای لبه دار سواری عملا غیر ممکن بود در نتیجه لباس های زنان دوچرخه سوار به آرومی تغییر کرد دامنهای بزرگ و سنگین موسوم به کرینولین کنار گذاشته شد و به جای اونا دامنهای سبک شلوارهای نیکربوکر و شلوارک باب شد. دیگه برای اون زنایی که اگه مجبور بودن در طول روز از خونه خارجشن حتما باید چتر آفتاب گیر دست میگرفتن اهمیت نداشت آفتاب به صورتشون بخوره. دو چرخه بهانه شد برای دورتر شدن از انزوای خونه، برای مستقل شدن و برای فاصله گرفتن از جامعه سنت های تبیزامیز. داستان دوچرخه سواری زنا فقط خروج از انزبای خونه و تفریح نبود دوچرخه وسیله فمینیسم شد زنای فعال جنبش های مدنی سوار دوچرخه ها می و اصلا جنبش به رسمیت شناخته شدن حق رأی زنا در ایالت متحده با دوچرخه سواری زنا ارتباط کاملا مستقیم داشت سوزان آنتونی از رهبران حقوق مدنی در سال 1896 میگه بگذارید نظرم رو درباره دوچرخه سواری بگم من فکر میکنم دوچرخه بیش از هر چیز دیگه ای توی دنیا باعث رهایی زنها از سلطه شد هر بار که زن دوچرخه سواری رو میبینم میایستم و از ته دل شاد میشم دو چرخه باعث شد جنبش تغییر لباس های ویکتوریایی سرعت بیشتری بگیره. همه این موارد به نوعی نشون دهنده ای این بود که زنها به دنبال نقش های پررنگتری در جامعه. همین زیاده خواهی زنا از نظر مردا باعث شد چرندیاتی مثل بیماری صورت دوچرخهی مطرح بشه. تعجب هم نداره که همه دکترها و محققین تایید کننده این بیماری و مشکلاتش مرد بودن. زنای پرتلاش هم در مقابل این پروپاگاندا بیکار نموندن. رهبرای حقوق مدنی این تحقیقات رو زیر سوال بردند و رفته رفته مقالاتی از طرف پزشکا برای به چالش کشیدن نظریه های قبلی منتشر شد. زنها هم بدون توجه به این حرفها بیشتر و بیشتر دوچرخه سواری می کردن. سال 1897 دکتر سارا هکت استیونسون در مقاله‌ای که در فرونولوژیکال ژورنال منتشر شد گفت دوچرخه سواری هیچ آسیبی به هیچ یک از اعضای بدن وارد نمی کند. در واقع باعث بهبود سلامتی می شود و من دوچرخه سواری را تا حداقل پنج سال توصیه می کنم. چهره عصبی و در هم فرو رفته دوچرخه سواران نیز فقط در تازه کارها دیده می شود. دلیل آن هم ترس و استراب ناشی از تلاش برای راندن دوچرخه است. به محض اینکه دوچرخه سواران مهارت کافی برای راندن دوچرخه را کسب کنند، با اعتماد به نفس تعادل خود را حفظ خواهند کرد و این حالت چهره از بین خواهد رفت. این وسط کارخونه های تولید دوچرخه هم که از این کارزار فقط به دنبال سودشون بودن در کنار زنها ایستادن و ثابت کردند چنین بیماری ها و مشکلاتی وجود نداره. در نهایت وجود چنین بیماری هایی به طور کل رد شد. زنها به حق رأی دست یافتن و حقوق اونا در خیلی موارد دیگر به رسمیت شناخته شد. صورت دوچرخه‌ای نمونه ای از تلاش سلطه‌جویان با هر وسیله و هر دستاویزی حتی علم برای دستیابی به هدفشون و نمونه خوبی از پیروزی زنان در مقابل اوناست. اما هنوز هم انسانهایی هستند که به دنبال سلطه‌جویی و مزایقه ساده ترین چیزها با تکیه بر جنسیت هستند. در واقع بیماری هنوز از بین نرفته. صورت دوچرخه بیماری خود جامعه بود جامعه ای که گروه های سرت جوش از تغییر و به خطر افتادن منافع خودشون میترسیدن. همین حالا هم این بیماری وجود داره. فقط اسمش عوض شده. اسلات شیمینگ. راستش معادل فارسی خوبی براش سراغ ندارم. هر کاری که باعث نکوهش و مزایقه و تخریب زنا و حتی در برخی موارد مردایی به شکل رفتار و ظاهرشون برخلاف اصول جنسیتیشونه مستاق بارز اسلات شیمینگه. در قرن 19 هم انتظار از زنها این بود که منظوی و وابسته باشند اما دوچرخه اومد و داستان را به کل تغییر داد بیماری صورت دوچرخه تلاش شکست خورده ای از تلاش برای برگردوندن زنها به نقش سنتیشون بود اما اسلات تریمینگ هنوز همه جا هست توی توییتر توی کامنت های اینستا محیط های کاری و غیره توی شهر بندر انزلی همون جایی که آرژین نویسنده ای این مقاله زندگی میکنه هر روز کاروانی از زنا و مردهای دوچرخه سوار دیده میشه آرژین میگه هر بار اونا رو میبینه از شوق لبخندی روی صورتش میشینه شاید خیلی از این دو شرخ سوارها در ظاهر هدفشون فقط ورزش کمک به محیط زیست و تفریح باشه اما این فقط ظاهر قضیه است هدف سفر از خزر تا خلیج فارس سهر توسی ساختن مدرسه است اما نتیجه کار سهر خیلی بزرگتر از مدرسه یا مدرسه هایی که ساخته خواهند شد اونها میراستاران انسانیتند میراستاران تلاش هایی که از زشت شدن نترسیدند خب 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 مقاله جذابی رو که براتون خوندم آرژین که به گفته خودش کارشناس تولید محتواست در ویرگول منتشر کرده و لینک مقاله در توضیحات ویدیو وجود داره که پیشنهاد میکنم حتما بخونیدش به علاوه اگه از این مدل محتوا خوشتون اومد یادتون نره که در کانال ویرگول سابسکرایب کنید و روی علامت زنگ بزنید تا از انتشار ویدیوهای جدید ما مطلع بشید من محبوبه هستم و اینجا ویرگوله